کوسه ها بزرگن، اما کوسه افسانه‌ای مگالودان خیلی بزرگه. اونا به اندازه دو کوسه معمولی و دو اسب کوچیکن. به همین دلیل شنیدن این خبر که اونها مدت‌ها پیش منقرض شدن خبر خوبیه. ولی اگه اونا از بین نمی‌رفتن و قرار بود همچنان وجود داشته باشن، چه اتفاقی می‌افتاد؟ این پنج مدل کوسه از نوع کوسه‌های عظیم الجثه هستند که احتمالاً از نسل مگالودون‌ها هستند که ترسناکن. قبل از شروع ویدیو حتماً با فشردن دکمه اشتراک عضو کانال ما بشید و روی اعلان‌ها کلیک کنید تا هر روز فیلم‌های شگفت‌انگیز بیشتری رو دریافت کنید. با توجه به مطالبی که بیان شد، اجازه بدید شروع کنیم. کوسه کلوسوس آسیایی هندی. با توجه به اندازه کوسه در این 22 ثانیه از فیلم، هیچ جای تردیدی نیست که اگه فیلم واقعی باشه، این کوسه به طور قطع یه مگالودونه. اما سوال اینه که آیا این فیلم واقعیه؟ این کلیپ برگرفته از شبکه خبری آسیایی هندیه و متاسفانه ما نتونستیم ترجمه انگلیسی اونو پیدا کنیم. در نتیجه ما از محتوای این کلیپ کوتاه اطلاعی نداریم و همچنین نمیدونیم آیا دارای مجوز رسمیه یا احتمالاً نوعی فیلم غیر واقعی و جعلیه. تمام کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به چشمای خودمون اعتماد کنیم. به نظر میرسه این کلیپ از داخل یک کشتی گرفته شده و نشون میده که یک کوسه بزرگ در حال بیرون اومدن از داخل آبه. تو دهنش چیزیه که مشغول خوردن اونه. سخته که ببینیم چیه، اما به نظر میرسه نوعی ماهی بزرگ باشه یا حتی یه قایق باشه که در حالت اسلو موشن یا سرعت کند فیلم اینجوری به نظر میرسه. اگه بهتر و دقیق تر نگاه کنیم، کوسه در خوردن دچار وحشت شده. کوسه دوباره به داخل آب میره و ناپدید میشه و دیگه هرگز دیده نمیشه. اما این کوسه بسیار عظیم و جسته است و احتمالاً باید یه مگالودون باشه. شما چه نظری دارید؟ وقت اونه که موضوع عجیب و غریبی رو بیان کنیم که دلیل انتخاب این عکس برای موضوع صحبتمون به خاطر همه عکس‌ها و فیلم‌ها از مشاهدات احتمالی مگالودونه که توسط دوستداران مگالودون در طی سال‌های گذشته برای ما ارسال شدن. این تصویر یه مگالودون واقعیه، اما در اینجا مسئله خاصی مطرح میشه و اون اینه که سایر متخصصان در زمینه این عکس مرموز فکر میکنن که این عکس توسط یه خانم به نام جانت فیلیپس در یک شهر ساحلی کوچیک گرفته شده که بسیار متخصص و حرفه‌ایه. و چیزی که حیرت انگیزه اینه که جانورشناسی به نام آرچیبالد تیکسون میگه که اون خانم فیلیپس رو ملاقات کرده و معتقده که اون حقیقت رو میگه. به نظر شما چطور؟ آیا این عکس یه مگالودون واقعیه یا یه داستان ساختگی توسط لومکسه؟ لطفاً نظرات خودتون رو درباره اون چه که در تصویر دیدید با ما در میون بگذارید. این تصویر کوسه غول‌پیکر گوگل ارث که در نوامبر سال 2017 محققان و دانشمندان دانشگاه کلمبیا ضمن مرور و بررسی صفحات گوگل ارث و رصد تصاویر ماهواره‌ای به این جانور غول‌پیکر برخورد کردند. کوسه‌ای که اندازه اون تقریباً 70 فوته. نیازی به گفتن نیست و بدون شک بر اساس اندازه اون این یه مگالودونه. اما آیا واقعاً یه مگالودونه؟ این تصویر کنجکاوانه موضوع گفتگوی داغ بسیاری شد. این تصویر مدرک محکمیه که نشون میده ممکنه این کوسه همچنان روی زمین در حال گشت زنی باشه. منظورم از گشت زنی این نیست که روی خشکی در حال قدم زدنه، بلکه حرکت در دریاست. شاید متوجه منظورم بشید، ولی برای اون دسته از کسایی که با مگالودون آشنا نیستن. یه متخصص گونه شناسی میگه که کوسه های گونه مگالودون تقریباً 2.5 میلیون سال پیش منقرض شدن. بنابراین اونا واقعا نباید در دریا وجود داشته باشن. اما برعکس این نظر، بسیاری از مردم از جمله بسیاری از مشترکین کانال ما بر این تصور هستند که ممکنه مگالودون ها هنوز هم در اقیانوس ها وجود داشته باشن. تصاویری مانند اون چیزی که در گوگل ارث مشاهده شد و به خصوص این تصاویر این نظریه ها رو محتمل تر میکنه. این تصاویر مردم رو متقاعد میکنه که مگالودون ممکنه هنوز اونجا باشه. دانشمندان بر طبق تجزیه و تحلیل فسیل بر این باورند که اندازه مگالودون تقریباً بین 50 تا 70 فوته.
دانشمندان دانشگاه کلمبیا هم از همون لحظه مشاهده تصاویر مربوط به این کوسه به طور جدی به مطالعه و بررسی در این مورد پرداختند و به بررسی این مورد پرداختند که آیا این کوسه غول‌پیکر میتونه هنوز در خلیج فارس ساکن باشه؟ دقیقاً همون جایی که ماهواره‌های گوگل اون رو در اونجا دیدن. خلیج فارس در گستره اقیانوس هند قرار داره و منطقه‌ای که بین ایران و شبه جزیره عربستان قرار داره. از سال 2019 تیم دانشمندان هنوز یافته‌های مقاله خودشون رو منتشر نکردن و اونها هنوز هم به دنبال پیدا کردن کوسه بزرگ مگالودان هستند. برای پنهان کردن و جای دادن کوسه‌ای به بزرگی مگالودان نیاز به مکان بزرگی مثل خلیج فارسه تا چنین موجودی رو در آغوش خودش جا بده. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید این کوسه یه مگالودانه یا فقط یه کوسه معمولیه که اون روز غذای زیادی خورده بود؟ نظرات خودتون رو در بخش زیر که مربوط به ارسال نظرات شماست با ما به اشتراک بذارید. یه بچه؟ بله درسته، میخوام در مورد احتمال مشاهده یه بچه مگالودان صحبت کنم. و شما احتمالاً فکر میکنید که خب اگه این کوسه کوچیکه از کجا میدونیم که این کوسه یه مگالودانه؟ در سواحل استرالیا در ژانویه 2016 یک کوسه 7 متری خیلی بزرگ مشاهده شد که نمیتونست یک کوسه معمولی باشه چون اندازه اون از یک کوسه معمولی بزرگتر بود ولی از یک مگالودان کوچکتر بود. پس این موجود میبایست یک کوسه بزرگ یا بچه مگالودان باشه. هیئت جوری هنوز از حضور این کوسه خبر نداد تا زمانی که یه هلیکوپتر که در حال گشت‌زنی در منطقه بود این کوسه 100 متری رو که در قسمت ساحلی دریا و نزدیک صخره‌ها بود رو پیدا کردند. مقامات درباره حضور کوسه در منطقه هشدار دادند و شناگران منطقه رو ترک کردند و همه رویدادهایی که برای اون روز برنامه‌ریزی شده بود به خاطر امنیت مردم لغو شد. مسلماً هر کسی که یک کوسه 7 متری رو میدید تمام برنامه‌های خودش رو در اون روز لغو می‌کرد. 7 متر تقریباً 22 فوته که اندازه بسیاری از کوسه هاست. بر طبق یکی از خدمه‌های هلیکوپتر این کوسه بزرگترین کوسه‌ای بود که اونو در عمرشون دیده بودن. ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که این افراد کوسه‌های زیادی رو دیده بودن که تعداد اونها بیشتر از وعده‌های شام گرم شما یا گزارشات منه. بذارید از بخش زیر که مربوط به نظراته این نظر رو مطرح کنم که آیا اندازه‌ای رو که اونها در اون لحظه اعلام کردند جدی و واقعی بود؟ اندرو فاکس کارشناس در زمینه کوسه میگه اگرچه برخی کوسه ها میتونن بسیار رشد کنند ولی محتمل ترین توضیح برای کوسه 7 متری چیزیه که اون اثر اغراق مینامه. اجازه بدید برای اون دسته از بینندگانی که معنی این اصطلاح رو نمیدونن توضیح بدم که معنای اون بر اساس تعریف ویکی‌پدیا زمانیه که ادراک شخص تغییر میکنه چون چیزی رو مشاهده میکنه که بزرگتر از اونچه که اون انتظار داره است. اون گفت که کوسه 5 متری در حال حاضر دو برابر بزرگتر از یه شخصه، بنابراین شخص فقط میتونه یه کوسه 6 متری رو درک کنه. اما بسیاری از مردم این استدلال‌های فاکس رو کاملاً نادرست می‌دونن و با گفته خدمه هلیکوپتر که مثل ما میگه اونها عادت به دیدن کوسه‌هایی به اندازه معمول داشتن و شاید این ساحل گردان ناخودآگاه دچار اغراق شدن. اما شاید ما به طور جدی در باور کردن این اندازه شک کنیم و بسیاری از مردم هم به اون شک کنن. مثل اخباری که گاهی در رسانه‌های اجتماعی برای تحریک احساسات مردم مطرح میشه. یه نفر میگه دلیل بزرگ بودن این موجود اینه که اون یه کوسه معمولی نیست بلکه یه بچه مگالودانه. از اون زمان این نظر گسترش پیدا کرد. افراد دیگه که به این فیلم شک داشتن هم سریع به این نظر واکنش دادن و این موجود رو یه کوسه بزرگ میدونن تا اینکه یه بچه مگالودان باشه. شاید هم یه مگالودانه در حال رشده، اما نظر شما در این باره چیه؟ نظرات زیادی در این زیر وجود داره. با کاوش در معبر ماریانا در 4 اکتبر 2016 یه مگالودان 50 فوتی رو در پایین معبر ماریانا نشون میداد. تقریبا هر کسی که این ویدیو رو مشاهده کرده میدونه که معبر ماریانا عمیق‌ترین قسمت از اقیانوس آرامه. با
بر طبق مستندات فیلم، کوسه 50 فوتی که در ابتدا بسیاری فکر می‌کردند ساکن اقیانوس آرامه، مشخص شد که تقریباً 1 مایل پایین معبر ماریانا پیدا شد. با این حال، بعد از تجزیه و تحلیل بیشتر، به خصوص آگاهی در این باره که اندازه کوسه خفته در اقیانوس آرام فقط 22 فوته، این نتایج حاکی از کشف یه مگالودون بود، چون مگالودون‌ها تا اندازه 50 فوت رشد می‌کنند و موجودات ترسناکی هستند. مطمئناً میتونید حدس بزنید که سر و صدا و هیجان ناشی از این فیلم در طی یه هفته از پخش زنده اون بسیار زیاد بود. به عبارتی بخاری که تولید کرد میتونست یه قطار رو به حرکت در بیاره. این فیلم بیش از 700 هزار بازدید داشت و این نشون میده که همونطور که گفتیم کاربران اینترنت مگالودون‌ها رو دوست دارن و این چیزیه که شما مخاطبان نشون دادید. اما با توجه به اینکه مشاهده ی طول کامل این کوسه غیر ممکن به نظر میرسه، تحلیلگران اندازه اون رو به صورت تقریبی بر اساس ابعاد قفس برآورد کردند. اما به محض ویروسی شدن فیلم، بسیاری از دانشمندان این حدس و گمان‌ها رو نپذیرفتند و با اون مخالفت کردند. از اونجا که دانشمندان نمیتونن این مسئله رو به صورت جدی قبول کنن، شما به ما بگید که نظرتون چیه؟ محققان و دانشمندان اگرچه وجود چنین کوسه‌ای رو در این اعماق اقیانوس میپذیرن، ولی با قاطعیت اونو مگالودون نمیدونن. اونها اینجوری استدلال میکنند که زنده موندن مگالودون در چنین اعماقی ممکن نیست. علاوه بر این، در چنین اعماقی مواد غذایی بسیار کمه، زیرا تنها آمفیپادها قادر به زندگی و حیات در چنین بخشی هستند. یه آمفیپاد کوچیک نمیتونه حتی یه میان وعده برای مگالودون بزرگ باشه. اونا با چنین غذای کمی زنده نخواهند موند. اونا باید روزانه یه نهنگ رو بخورن تا بتونن زنده بمونن. همه ما یه دوست پرخور و پر اشتها داریم که خیلی میخوره و این باعث میشه کسی شبیه اون نباشه. بسیاری اظهار داشتند که این فیلم در معبر ماریانا فیلم برداری نشده و بخشی از یه فیلم قدیمی مربوط به خلیج سوروگا در ژاپنه که توسط یه غواص فیلم برداری شده و در سال 2008 در یوتیوب بارگذاری شده. بنابراین مطمئناً این موضوع پیچیده به خوبی روشن میشه. بسیاری از مردم این فیلم قدیمی رو که در ژاپن فیلم برداری شده رو تکذیب میکنن. بسیاری از مردم این فیلم رو غیر واقعی میدونن که تنها قصد منحرف کردن ذهن مردم از این واقعیت رو داره که یه مگالودون حقیقی در آبهای سرد معبر ماریانا زندگی میکنه. ما این نظرات رو رد نمیکنیم و قضاوت در مورد اون رو به شما دوستان واگذار میکنیم. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید آیا این فیلم ثابت میکنه یه مگالودون در اونجا زندگی میکنه یا یه فیلم غیر واقعیه. نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما اونها رو بررسی میکنیم. کشف مایکل مایرز در سال 2016. دیوید مایکل مایرز علاقمند فیلمی دیده نشده از یکی از بزرگترین کوسه های جهان رو که امروز لقب آبی اعماق دریا رو گرفته منتشر کرد. اندازه این کوسه 22 فوت بود و جهان رو شوکه کرد. این کوسه عظیم الجثه 22 فوتی موجب تعجب مردم در سرتاسر دنیا شد که آیا این کوسه در واقع مگالودونه؟ این فیلم در ساحل گوادلوپ مکزیک فیلم برداری شده و تصاویری از یک کوسه غول‌پیکر رو نشون میده که با کنجکاوی دور غواصا میچرخه و تکه های گوشت کامل رو یک باره و به طرز وحشتناکی میبلعه. بر اساس گفته مایکل، بعد از ورود تیم به آب اونها باید منتظر میموندن، چون در ابتدا خبری از کوسه نبود. اما کمی بعد همه چیز تغییر میکنه و یک کوسه عظیم الجثه ظرف چند ثانیه ظاهر میشه و مایرز و تیمش متوجه میشن که این کوسه یک کوسه معمولی نیست و یک گونه خطرناک از کوسه هاست. تیم تصمیم میگیره برای مدتی بدون حرکت با این موجود آبی اعماق دریا رو سپری کنن. بر اساس رفتار کوسه و فیلم، تیم مشخص میکنه که اون یک کوسه ماده از نوع کوسه های آبی اعماق دریاست و حدود 50 سال سن داره و حالا اینجاست. چیزی که از نظر فنی صحبت میشه اینه که کاملا مشخصه که این کوسه آبی یه مگالودون نیست. اون فقط یه شوکه بزرگ بود. اما دلیلی که ما فیلم مایرز رو در لیست فیلم‌های مربوط به مگالودون قرار دادیم این بود که ما رو به کلیک بایت متهم نکنید. وجود این فیلم باعث شد بسیاری از حدس و گمان‌های آنلاین که مگالودون‌ها ممکنه هنوز وجود داشته باشند رو خاتمه داد. اندازه کوسه‌های سفید ماده معمولاً بین 15 تا 16 فوته
و کوسه های نر بین 11 تا 13 فوته. بنابراین کوسه آبی اعماق دریا که 22 فوتیه بسیار بزرگتره. همچنین به خاطر داشته باشید دانشمندان مدت ها معتقد بودند که کوسه مگالودان به کوسه سفید بزرگ امروزی تغییر یافته. بنابراین شاید کوسه آبی یه مگالودان نباشه، ولی مردم معتقدن که اون یکی از نژادهای مگالودانه. این حالت مثل پیدا کردن خواهر اسلندرمنه، نه خود اسلندرمن. نظر شما چیه؟ نظرتونو با ما در میون بگذارید. به نظر شما کدوم یکی از این فیلم ها مربوط به مگالودان واقعیه؟ آیا فکر میکنید امروزه هنوز هم مگالودان ها وجود دارن یا نه؟ تا برنامه بعد، خدا نگهدار.